با نام و یاد خداوند مهربان، با سلام، صابر هستم در آغازین بهار. بهار در هر شهری، در هر اقلیمی، در هر منطقه‌ای شرایط زمانی خودش رو داره. اگر امروز 11 فروردین در ایران، در بعضی از نقاط جهان هنوز بهار وجود نداره. پس بنابراین ما بهار رو با تقویمش کار نداریم، ما بهار رو با وجودش کار داریم. امروز قصد دارم راجع به روز باهاتون صحبت کنم. روزا رو هرس کردیم، روزا الان چند روزی از هرسشون گذشته، تمام اون شاخهای هرس شده رو، سیاه شده رو همه رو ازش جدا کردیم، تموم شده. الان وقت سمپاشی روزه. روز دقیقاً از آغاز بهار منطقتون، نه از آغاز فروردین، از آغاز بهار فروردین، بهار منطقتون سمپاشی رو میخواد تا زمانی که به پاییز داریم میرسیم و مطمئنیم که دیگه پاییز وارد شده و قراره که روزها دیگه قنچه روشون نباشه و گلی ندن و برگ‌ها به خواب برن. بنابراین ما برای روز مهمترین چیزی که روز رو تهدید میکنه قارچه. بعد از قارچ شته است، بعد از شته کپک، و بعد از این سه خطر، خطر حلزون هست که حلزون اگر در خاکتون حلزون باشه، حلزون و شته جفتشون هم قاتل شکوفه ها هستن نه گل ها. وقتی شروع میکنه سرشاخه های روز به شکوفه زدن، به جوونه زدن، شته های سبز، شته های سفید و شته های قهوه‌ای، سه رقم شته داریم، اینا هجوم میارن به اونا، و وقتی که ما اونا رو خونسا نخواهیم بکنیم، برای خوردن اون شته ها مورچه و کنه و کنه عنکبوتی و بسیاری دیگر از حشرات، من جمله حتی پرنده ها میان نوک میزنن سر این شکوفه ها، به هوایی که خوردن این شته ها باشه قنچه ها رو هم میزنن داغون میکنن. و حلزون ها در مناطقی که بارندگی هست و رطوبت زیاد هست، شما در بین روز این حلزون ها رو نمیبینید. اگر میخواید ببینید، یا آبیاری کنید یا وایسید بارون بیاد، شب که شد نمای غروب، بیاید بیرون اطراف نگاه کنید، متوجه حلزون میشید. هر از اونها رو برای کنترل کردنش که به انگلیسیش میشه اسنیلز، این در اروپا و آمریکا اسنیلز کیلر هست، میتونید از اونها بگیرید استفاده بکنید. ولی در ایران از آهک و نمک میشه در اطراف روز استفاده کرد، به حالت دایره وار دور روز ریخت که هر از اونها رو بکشه. ولی باز هم پاشی ضد شته و ضد آفت میشه حلزون ها رو از اون منطقه دور کرد. حلزون ها با این نمی میرن، فقط دور میشن. بنابراین اگر گیر آوردید، ببینید این مواد مخلوطیه از سه محلول تو هم دیگه، ضد قارچ هست، ضد حشره هست و ضد کپک هست، که این بالا هم زده 3-in-1. این رو ما در اروپا میتونیم تهیه بکنیم و هیچ ضرری هم برای زنبور اصل نداره. یادمون باشه اگر سمپاشی داریم میکنیم، حتما شرایط محیط زیست رو در نظر بگیریم، شرایط طبیعت رو از بین نبریم. اگر قرار باشه با سمپاشی ما حشرات و پرنده ها و جونورهای دیگری که با مزرعه ما آسیبی نمیرسونن، کاری ندارن، از بین ببریم، میشه الان ایران رو به خاطر اینکه ما رعایت نکردیم، همینجوری ساخت و ساز کردیم و سدسازی کردیم، بارها گفتم، و امروز نتیجه بدش رو میبینیم. پس موجودات باید سر جاشون باشه، رودخونه ها باید سر جاشون باشه، چشمه ها سر جاشون باشه، تا ما بتونیم زندگی خودمون رو ادامه بدیم، و الا دوچار یک چنین حوادث دردناکی میشیم و آخرش هم میندازیم به گردن دولت و منتظریم که دولت بیاد به من و شما بگه که چی شد، این پولو بگیر که خسته نباشی، اومدی منطقه رو از بین بردی، همه چی رو به هم ریختی، اکوسیستم رو از بین بردی، حیوانات رو کشتی، باغات رو خشک کردی، حالا اینم پول چه ساختمون تو سیل برده. حالا در ضمن این محلول برای 30 لیتر کامل آب کامله، کلش 30 لیتر آب، ولی برای
این که 3 لیتر هست یک استکان اینقدری کافی. پس اگر گیر آوردیم محلولی رو که 3 تا با هم مخلوط هستش، اگر تهیه کردیم، معنی بنزم کولم، اگه تهیه کردیم که خیلی بهتر، اگه تهیه نکردیم ناچاریم از 3 تا محلول خودمون تهیه بکنیم و مخلوط بکنیم تا بتونیم این سم رو در نظر بگیریم. پس سم ضد حشره، سم ضد قارچ و سم ضد کپک رو با هم دیگه ادغام میکنیم، مخلوط میکنیم تا بتونیم بیاییم با هم دیگه بزنیم. ولی اگر نداشتید هم میتونید نوبتی بزنید. این روزا الان اگه دقت بکنید هرس شده است کامل. ببینید این روزا الان هرس شده است، هیچ شاخه و برگ روشون نیست، منتظر سمپاشی هستن. خب این به همین، اگه الان زوم بکنیم میبینی اینا شروع کردن به جوونه زدن. اگه دقت بکنید جوونه های قرمز قرمز روی اینا الان داره تولید میشه و همین راحتی اینو از سر تا به پاش رو و حتی خاک محیط اطرافش رو ما اینجوری یک سم ضد قارچ، ضد کپک، ضد حشرات. ضد قارچ خیلی مهمه، اگر این سمپاشی رو الان نکنیم بعدن گرفتار میشیم. وقتی که آلوده شد شاخه، وقتی بوت همون آلوده شد بعد بخوایم سمپاشی بکنیم، عین این میمونه که یه نفر وایسه تا آلوده بشه به وبا، بعد بخواد واکسن وبا بزنه. با حالی که اگر واکسن وبا رو قبلش بزنیم هیچ وقت بیماری وبا به سراغ ما نمیاد. پس همیشه یادمون باشه حوادث غیر مترقبه باید قبل از حادثه پیش بینی بشه، نه بعد از حادثه. بعد از حادثه هیچ دردی رو درمون نمی کنه. به همین دلیل ببینید تمام این محوطه رو این شکلی که روی تک اینا رو سمپاشی میکنیم که بتونیم نتیجه مثبتی از اینها بگیریم و داگفته نمونه. همینجور که روزای معمولی رو سمپاشی میکنیم، روزای روندمون هم یا نسترن هامون رو هم سمپاشی باید بکنیم. چه روزه رونده چه نسترن باید اینا هرس بشه عین همانند همین روزای پایه کوتاه. ببینید الان این روزه رونده رو ما باید در این زمان که برگانیس لخته بیایم نگاه بکنیم هرچی شاخه سوخته، هرچی شاخه